سوال: آیا انسان خارج از اراده خود و یا صاحب اختیار است؟ جواب: از ابن عثیمین این سوال را پرسیدند که در جواب چنین گفت: سوال دهنده از نفس خود بپرسد که آیا کسی او را مجبور کرده است که این سوال را بپرسد و یا او آن ماشینی که به او نزدیک می شود آن را اختیار کرده است؟ و به همین مانند مثال ها و زود است که جواب آن را به شما بگویم که آیا ما خارج از اراده خود هستیم و یا صاحب اختیار. پس انسان از نفس خود بپرسد آیا حادثه راه به اختیار او واقع شد و یا به اختیار خود او به بیمارستان افتاد و آیا او به اختیار خود وفات کرد و به همین مانند مثال ها. باز سوال چنین است که آیا انسان بیرون از اراده خود است و یا صاحب اختیار است؟ جواب این است که همه آن کارهایی که انسان عاقل اجرا میکند هیچ شک نیست که آن را به اختیار خود میکند. پس سخن الله سبحانه و تعالی را بشنو که چی گفته است. الله سبحانه و تعالی فرمود: پس هر که خواهد به سوی پروردگار خود راهی بازگشت بگیرد. سوره نبا آیت 39. و این چنین فرمود: از شما کسی بود که دنیا را میخواست و از شما کسی بود که آخرت را میخواست. سوره آل عمران آیت 192. و این چنین فرمود: و هر که ثواب آخرت را بخواهد و برای آن سعی کند، سعی که لایق آن است و او مؤمن باشد، پس این جماعه هستند که سعیشان مقبول است. سوره اسراء آیت 19. و این چنین فرمود: پس عوض آن روزه یا صدقه و یا قربانی لازم است. سوره بقره آیت 196. یعنی او اختیار دارد که در این وقت یکی از فدیه ها، روزه، صدقه و یا قربانی را اختیار کند. لیکن اگر بنده چیزی را خواست و آن اجرا شد، البته بداند که آن را الله سبحانه و تعالی نیز خواسته است. دلیل بر این قول الله سبحانه و تعالی است که فرمود: برای هر که از شما که بخواهد راست کردار شود و شما نمی خواهد مگر آن وقتی که الله پروردگار عالمیان بخواهد. سوره تکویر آیت 28 و 29. و با کمال ربوبیتش یگان چیزی در آسمان ها و زمین واقع نمی شود مگر به خواست الله سبحانه و تعالی. و اما کارهایی که بر بنده رخ می دهد و یا به اختیار وی واقع می شود و مثل بیماری، مرگ و حادثه های ناگهانی که این همه از تقدیر است. بنده در این کارها حق اختیار کردن و یا خواستن آن را ندارد. یگانه الله سبحانه و تعالی توفیق دهنده است.